گودرز خان، جماعت ما رو به موته. باید بچه های ما زن شوهر بشن، 7-8 بچه داشته باشن. ما که سرمونو گذاشتیم زمین مردیم، بچه ها مرام ما رو نگه دارن. والا لوتیگری و خوشمرامی مرده. این گردآفرین بده به ما ببرم خیرش ببینیم. این فرمون ما دلش به گردآفرین بسته است، حاضره برای گردآفرین آدم بکشه. کجا این دنیای بی‌غیرت آدم میکشن برای گردآفرین؟ این فرمان ما میکشه. میکشی نه نه؟ آره ننه جون. آره دیگه اینا خودتونم که از دهنش میشنوی. خب بده ببرم دیگه، چی مطله هستی آخه؟ والا چه عرض کنم، دختر من آمادگیشو نره، خودش باید راضی باشه که فعلا نیست. مگه توپم ترس داره بچه سوسون؟ چه غلطی کردم از مامان جونت اجازتو گرفتم؟ تو رو چه به فوتبال، برو پی عروسک بازید. باز پستونکتو گم کردی؟ نه خیر. ایوان رفته بودی جنگ؟ ببین سر به سر من نذار، اصلا حوصله ندارم. بیت
ادب. مامی امروز خیلی روز بدی بود، یعنی مطمئنم تا آخر هفته افسردگی کامل گرفتم. چرا؟ حساب کردم، افت فشار داشتم، افت قند داشتم، تحقیر روحی روانی شدم، تا همین پشت درم آدم ناجور دیدم. همه اینا برای گرفتن یه افسردگی بس دیگه. ایوا، بالاخره که باید وارد اجتماع بشی، باید کار کنی مثل همه مردا. ای بابا، بزن یه فیلم هندی، سنگامی چیزی ببینیم اون دلمون گرفت. آقا جون ول کن فیلم های عشقی مشقی رو، بکش بکش عشقش جون. فیوز پرندی دختر، ظرافت دختر اومد کجا رفته؟ اومدیم دختر تربیت کنیم جای مادرشو بگیره، خب پاشو شب تربیت کردیم. اینور دست خوش زنم، زنهای قدیم، وجاهت، وقارت، نظافت، لطافت، لطافت از اون میری. نمک فلفل ریختم نریز. آخه تو کی میخوای وایسی اینجا تو خونه آشپزی کنی؟ با مامان خانوم، همه ی زن آرزوشونه مرد تو خونه آشپزی کنن، وقت من که دارم این کار میکنم شما ناراحتی؟ بله. اصلا شما جدیدن عوض شدی؟ خب شدم. همیشه به من میگفتی دنبال ورزشای خطرناک نرم. اون مال همیشه. حالا یه هفته است به من پیله کردی میگی برو فوتبال و کاراتو این ورزشای خطرناک. اون مال هفته پیش بود. تا وقتی یادمه شما میگفتی تو اجتماع نرو، آدم بد فراوونه، درسته؟ خب قربونت برم، تو اجتماع آدم بد فراوونه. پس چرا الان دو سه روز به من پیله کردی هایی میگی برو تو دل اجتماع؟ بالاخره اگه بعد 120 سال من بخوام یه روز بازنشسته بشم، چرخی خونه زندگی رو کی باید به چرخونه؟ تو دیگه. وقتی میومدی خونه اگه بار غم رو داشت بود تو میرسیدی در آسونه خونه هرمی همش میرید، بس که طبق طبق اشمه و کرشمه و دلبری داشتم، بس که ملوس بودم. ملوس بودن یه باری که بگو جیگر بودن دیگه. بس کن مزه ننیست. یعنی یه کار مردونه بیرون خونه. حالا کو کار؟ اینم آگهی کار. دست به نقد، فکر همه جاش هم کردی دیگه. به جایی حرفا پشو برو فکر یه کار باش واسه خودت. کار کو کار کار. ای والا خودم چک نامردی دم شما گرم. نه خیر، چشمتو باز کن خوب ببین، اطلاعیه کاره. دم شما گرم دیگه گودرس خان، این همه تمرین کردم که بشم وردست شما، برم حقتونو از اون کسایی که پولتونو خوردن از حلقومشون بکشم بیرون، وقت شما میگی برو دنبال کار. هیچ ریخت و قیافت تو اینه نگاه کردی؟ با مرد جماعت هیچ توفیری نداری. خونه نگاه، انگار که نه انگار تو این خونه دختر است. هی بیافت دنبال این و اون دوار را بنداز که چی میشه؟ آقا جون، حرفای تازه میزنی، شما که قبلا با این وضعیت ما خیلی هم حال میکردی. خدا بیامرزه سوسم، اگه زنده بودی لااقل ما یکی رو داشتیم که وقتی میمردی میومد بالای سر قبلمون گریه میکرد. اصولاً، اخلاقاً، وجداناً جای یه زن توی خونه خالیه.
نیست سوسن. بگو نه سوسن. شرکت پیشگامنش بفرم. بله. شما چند روز ازدواج کردید؟ بله. بعد ایشون از شما بزرگترن یا کوچکتر؟ گوشی. خانم حسین زاده ایشون دو روز بعد از عروسیشون همسرشون رو زدن. وصل کنم روح روان؟ نه، به مشاور خانواده وصل کنیم. سلام خانم، خسته نباشید. خوب هستید؟ مصدق اوقاتتون شدم. من کامیز هستم، برای استخدام منشی اومدم. چقدر بیسریت میخوشتن. این فرمو پر کنی بفرمایید اونجا. چشم. باده لاستی جان. بله مردی خوشده فرمو بزنیم. حال تقصیر ما نیست که شما اول گوشتتون رو سرخ کردین بعد پیاز خامو ریختین توش. ببینم آقا شما الان می‌زنید در یک ماشین حرکت می‌کنه یا نمی‌کنه؟ برادر من، کار ما مشاوره تکنیکی تلفنی. خب دوباره خاموش کنی ماشین رو باز استارت بزنی. نه عزیزم، نمیتونم یه مانترای ساده‌تر بدم. هر کسی مانترای مخصوص خودش رو داره. این آجوری که شما الان می‌فرمایید نمونه‌اش جلوی من هست. اگه نشود چشم من در خدمت. حالا ببین نداره. با اعصابتون مسلط بشید. تو اومدن مادر شوهرتون که وقت دارید. فقط یه راه حل کلیشه‌ای میمونه. اونم این که یه شاخه گل بخرین، ببرین خونه، ببوسینش و سعی کنید همه چیز رو فراموش کنید. فازل چای آب دو تا تخصص جدا از هم دارن. بله، اصلا من گوشم با شماست. بفرمایید. تجربه نشون داده تا 6 ماه اول هیچ فازلی سر غذا با شوهرش دعواش نشه. خانم باقالی پلو رو به من چرا بس کردید؟ آره چند خونسر به آماده بگیریم بریزیم توی قابلنه. 8 نفس عمیق زیر دوش، 8 هم رو پشت بون. خب بعد زیرش رو خاموش. آره دکتر باز میکنی موضوعش آبجوش رو صورت تو نباشه. خواهش میکنم. شما بفرمایید. بله اینکیه مصفت فراموش نشه به اندازه کافی. چیز سرازیدی هم باشی ماشین روشن نشد. شرکت پیشگامنش بفرمایید. اینجا چی کار میکنی؟ بمیری الهی، تو اینجا چی کار میکنی؟ داری تعقیبم میکنی؟ واسه چی باید تو رو تعقیب کنم؟ چه میدونم، از خودت بپرس. خودت از خودت بپرس. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ داری تعقیبم میکنی؟ مامور جاسوسی کی فرستادت؟ فقط تنها راه این که براتون میمونه که ماشین یه گوشه خلوت گیر بیار، ماشین رو پارک کنی؟ بعد ببینی نزدیکیت اون طرف مترو هست یا نه. چیه؟ نگاه داره؟ گربه چند تا پا داره؟ در خونتون چی کار داری؟ طویلت از بکا داره؟ نه بابا. آقا بابا عوضی بله شما دو نفر بفرم. مخلصی. خیلی شرمندم خانم، بفرمید. یالا خب بگین چه مهارتایی دارید؟ بوکس، کاراته. انگلیسی هم بلدی؟ ای دست پا شکسته. حرف بزنید. شیت، شات آپ، گت لاست، گاد دمت، مادر. خیلی خوب، کافیه. خب از مهارتات برام بگو که چه مهارتایی دارید؟ بله مانیکور، پدیکور، شینیون، کلن میکاپ خیلی خوبم. میکاپ. زبان انگلیسی چی؟ تسلط داری بهش؟ سو سو. یعنی پنجا پنجا. بله. یه خود برامون صحبت میکنی؟ Yes. Hi, my name is Kambiz and I love my mother. This is a telephone in table on the table
and and other their بس. آشپزی چی؟ آشپزی بلدی؟ خیلی خوب. خب یه چند تا غذا رو نام ببر ببینم. انواع کالباس. کالباس مرغ، کالباس گوشت، کالباس خشک، البته کالباس بوغلمون هم هست. فلافل، هندی و لوبیا. استراگانوف چیکن، استراگانوف پنه پاستا، سوشی، سوشی دریایی، سوشی زمینی، جولیت اسپناج، کانولی صدف دریایی، کروکت خرچنگ، کروکت هشپا، لابستر، موساکا، کرافت مرغ، کرافت گوشت، رولت سبزیجات، رولت گوشت دیجات، انواع غذای ایرانی. انواع سیب زمینی، سرخ کرده، آب پز، با پنیر بی، پنیر زاغالی. شیرین پلو، باقالی پلو، زرش پلو، مرصع پلو، سالادای بین المللی، همه چی به غیر از کله پاچه و سیراب شیر تو. البته نرم بلدم. ولی درست نمیکنه. چرا درست میکنی؟ نمیده. انواع تخم مرغ، اصلی، آپس، شلوسفت، خاگینه، اشکنه، نیمرو، یرو، دورو، بازم میگم چیه؟ خب فکر کن تو توی شرکت منشی هستی و یه ارباب رجوع خیالی به تو زنگ میزنه و میخواد بهش بگی که رئیست نیست. صحبت کن ببینم چی میگه. دیرینگ جونم. مالکم، مخلصیم، فرمایش. سلام عزیزم، قربون اون چشات برم. خوبی؟ مرسی، فدات شم، جیگرتو. راست بچه خواهرت چی شد؟ چی؟ جناب رئیس، یه تو که با رفته سر کوچه و میاد زاد سیاه. الهی به حق پنجتن هرچی از خدا میخوای بهت بده. تو به حرف من گوش نمیده، قربونت برم. عزیزم من میگم نصب کن. بابا همسایه بالاییمون یه بچه داشت یه پاونیم فلج، براش نصب کرد، قربونت برم. شب نصب کرد، فردا صبح از دیوار راست میرفت بالا این بچه. بسه مش... بابا بسه، گفتم بپیچونش، بگو رئیس نیست. چشم، میفرماین کجاست؟ نمیدونم، تو باید ببینیش بگو کجاست. بگو کجاست. من باید بگم رئیس؟ رئیس هفته گل بچ. شما آدم هول میکنی. از مادر زایده نشده، اونی که بخواد ما رو رد کنه. به روح سوسن قسم، حالا همه شونو میگیرم. مگه خودت مادر نداری که پیله کردی به مامان من؟ ببین اصلا اصلا نرم ها، یک کار نکن رو صورت نمایشگاه بادم جون را بندازم. من جونتو چی کار دارم؟ شما همین الان گفتی به روح سوسن قسم. اسم ننم سوسن بود، حالیته؟ خب اسم مامان من هم سوسنه. از که تا حالا؟ از بچگیشون تا حالا. ای بل، اوز کریم، ای بل، دمت گرم. آخه اسم ننه ما، ننه بچه سوسو باید یکی باشه، اکه؟ ننه نه، مامان. ننه مامان. ننه مامان. ننه دهنیش نکن. حالا من قرص افسردگی ما با چی بخورم؟ با دهن. بی تربیت، بریخ شفتارو، طالبی. جونم، مامی، من احتیاج دارم درک بشم. مای گاد، کامی جون، مامی سوسن درکت میکنه. بیا خونه، بیا پیش مامیت، بیا برات یه آب قند درست کنم از سه دلم. بسه نخوری یا زود خودتو برسون. کامین کن بیا خونه. بای. الو، سلام. او مای گاد، وضع خیلی بده، بچه ها رد شدن. چطوری طالبی؟ خوبم شفتالو. قرصاتو انداختی بالا افسرد جون؟ زردالو خشکه. ایوال ایوال، کلن فوشات تریب میوهیه دیگه نه؟ تا چشت درات. ایوال، ما اگه میدونستیم اینقدر ما رو میخندونی بیشتر حالتو میگرفتیم دیگه. فاش دخترونه چی بلدی خانومی؟ خانومی خودت، این قیافت عبجد آبادته. فهمیدی چی میگم؟ من پسرم مثل من کامبیزه. حالیت شد؟ شفتالو، گلابی، طالبی، هنگونه، هنگونه پلاسیده، بادم جون، هندونه، خیار. خیار؟ به آبجی ما میگه خیار؟ من چیزی نگفتم. بچه شگون، به ارواح خاک آقام خودم با این دوتا گوشم شنیدم گفتی خیار.
متلک پرونی؟ اونم با آبجی ما؟ دیگه بگو با آبجی ما چی گفتی؟ به جون خودم هیچی نگفتم. ارواح خاک آقا فکر کردی کرم یا کورم؟ خواهش میکنم به ارواح خاک آقا تو بلم کنی، من دارم خفه میشم. من الان دچار افت فشار شدم، حالم خیلی بده. یهو میافتم میبینم خونم میفته گردن شما. ببره به اعصابت مسلط میشه. خودتو کنترل کن، چشماتو رو ببندی، نفس عمیق بکشین، به صدای پرندگان طبیعت گوش بدین. خواهش فرمون جون ولش کن آبجی، مگه میشه که به شما مطلق بیایم و بدش کنه؟ این خیار داستان داره، حالا بعدا وسط مفصل تعریف میکنم. این بچه سوسوب دماغش هم نمیتونه بکشه بالا، چه روزه به ما مطلق بگه؟ آخ فرمون، شما اینجا چیکار میکنی؟ راستش اومده بودم عرض ادب خدمت گودرز خان، دیدم آگهی زدن دم در، یکی رو میخواد تو رکابش باشه. بالاخره مثل این که راضی شده بیفته دنبال وصول چکاش. اکی راستش آبجی مثل که ما رو قابل ندونست. راستش آبجی ارواح خاک آقام راست میگم، دیشب خواب دیدیم، همین دیشب من بودیم و شما اومده بودیم برای وصول چکای آقا گودرز. تو این ماموریت که من و شما داشتیم قدم میزدیم، مه بود، بارون داشت نم نم میومد، من و شما با بابا حد داشتیم راه میرفتیم، هرچی نامرد جلومون میزدیم. برای خاک آقام راست میگم آبجی، عشق هم پای موازی رو به هم میرسونه، ولی نمیدونم چرا توی خطی ما اصلا گریزونیم من و شما. برای خاک آقام کسی جرعت نداره اصلا شما چی بگه؟ کسی جرعت داره از این بعد یک بار با آبجی ما بگه خیار؟ من میدونم من مامان خانوم هست، صد تا دوشیزه برات بهتر کار میکنم. چرا یا غریبه؟ خودم شاگردیسو میکنم آقا جون. این کار کار تو نیست، کار مردونه است. اگه میخوای خیلی کمک آقا باشی، برو دنبال یه کار زنونه. آه فهمیدم فهمیدم، همین لباسایی که خانم شاهرخ میاره اینجا میذاره، اینا رو برای شما میذارم میفروشم. جیگر طلا، کار مردونه. حالا کو کار مردونه؟ اینقدر نگو کو کار زنونه، کو کار زنونه. همین رو برو آگهی زدن. کی؟ همین خانم محترم سوسن خانم. از کجا میدونی اسم سوسنه؟ از کجا میدونین اسمش گودرزه؟ از این جور کارا بدم میاد، از هر چی کار زن نست بدم میاد، از هر چی زن بدم میاد. اکی ولی من خوشم میاد. از هر چی کار مردون است بدم میاد. اصلا میدونی چه مامان خانوم؟ از هر چی مرد بدم میاد. ولی من خوشم. سوسن خانم روی توی تاج سر الو سلام، میخواستم ببینم که فردا چه ساعتی براتون مناسبه که من بیام خدمتتون. بله بله، رخصت با شماست قربان. پس قرارمون فردا صبح. بله. نه من بیشتر یعنی حقیقت شده خواهد بسیار به خاطر همین چیزا میترسم که
یه تقریب خانوادگیه. ما تقریب ناموسی داریم. بروقت مخلص شما بد جوری دلم شور میزنید. او مای گاد، هم دلتون شور نزنه. آخه میترسم دیر شده باشه. اکی اگه راست باشی میکشمش. وا چطور دلت میاد بابا تو بکشی؟ بابا ما نگفتم که ننه جون جنابالی رو میکشم. بیخود باید وضعیت زندگیمونو هایلایت کنیم. حالات هم لاتای قدیم. آفرین من. آفرین و کامی رو باید با هم میزان بود کرد. اولش هم زابلو بود. چی بود؟ زابلو. زابلو یعنی چی؟ یعنی همسایه هم تابلو. آگهی کارگیر دادناش، قرزادناش، فیلمش دیدناش. ننه تو میکشم. به مامان جون من چی کار داری؟ بابا جون تو داره هیزی میکنه. ننه زیر پای آقام نشسته. بابای تو فیلش یاد هندستون کرده. هرچی هست زیر سر این زن جماعته. مامان منو قاطی همه زنا نکن. بعدم اینکه تو مشکوکی به همه، تو مشکل روحی روانی داری، تو دیوونه ای، تو اصلا پارانویا داری، همش میخوای یکی رو بکشی. اصلا میدونی چیه؟ شما برای مجتمع ما خطرناکی. خوبه میزنم مثل اعلامه بچسبه به دیفالا. اون عمه من اونجا داره هرکره میکنه. خب هرکره میکنه مگه چیه؟ اگه مگه چیه تو اونجا چه غلطی میکنی؟ خب من اومدم ببینم اگه واقعا چیزی باشه یه تصمیم اساسی بگیرم. ایوان، ایوان، بگو. ببین اگه واقعا رابطه‌ای بین اونا باشه، اگه بابای تو سوء نظر نسبت به مامان من داشته باشه، یا مامان من خدایی نکرده اوکی داده باشه به بابای تو، من خودم رو میکشم. خاک تو اون سرت، لیاقت نمایشگاهی بادم جونم نداری. تو از فلسفه زندگی هیچی نمیدونی. اینجوری هم ما راحت میشیم، هم درس عبرتی میشه برای اونا، البته برای بابای تو. وگرنه مامی جون من که ماه از هرچی مردی متنفره. اکه هی گوه موزایی، بهت ثابت میکنم، مدرک گیر میارم، مرچشونو میگیرم. به ما میگن آفرید، گرد آفرید. اینم مدرک، نتیجه هرکر ننت با آقام. این جی یعنی چی؟ یعنی گودرز. زابلوی که اینو ننت با آقام داده. من مطمئنم اگه تو هم بگردی یه چیزایی گیرت میاد. شما هم تحویل بگیر. نگاه کن، فیت خودش دوخته. زیر تق قایم کرده بود اون تق. اکی این شروع یه فیلم ترسناکه. ما ننتو میکشیم، آقامون معتاد میشه، ما فراری میشیم، تو بی سرپرست میشی، خانواده‌ام رو میترکه. خاک به سرم. میخوای شبا تنها نخوابی؟ میخوای هیچ وقت معسلشون رو نبینی؟ میخوای هیچ وقت به آقام نگی بابا؟ بس کن دیگه، خب چه خاکی به سرمون بریزیم؟ فکر اونجاشم کردم. این چیه؟ یه سری مواردی هست آقام خیلی باش حال میکنه، شما باید یاد بگیرید چی نوشتن. سنبلیگ، زد زیاد، کوچیکی تیم، حقیر تیم، عقبونده تیم، قسم به دیزی روز اول. یه ما چیزای دیگه که این تو نوشتم حتما باست یاد بگیری، فهمیدی؟ در زم، آقام جونش در میره واسه زغال لیمویی برای قیلون. عاشق تخم آفتاب گردون البت، باید تو آب لیمو تفتش داده باشن. عاشق فیلم هندی علل خصوص سنگا. بعدشم، آقام از اینجور زنا اصلا خوشش نمیاد. زنی که دماغشو عمل کرده باشه، زنی که اسمشو عوض کرده باشه، زنی که آشپزی بلد نباشه علل خصوص قرمه سبزی.
زنی که همش تو بازار ولو باشه، زنی که شلخته باشه، زنی که رژیم میجیم بگیره و ظریف مریف باشه. خب اینا به چه دردمون میخوره؟ مگه ننه تو و آقای ما آگهی نزدن که دستیار میخوان؟ بله. شما منو میشه دستیار آقای ما، ما میشیم دستیار ننه شما. ما زیرا به آقای خودمون رو میزنیم، شما زیرا به ننه خودتون رو میزنید. اینجوری جفته از هم ازشون میاد. حالا شما بنویس. چیو؟ اکه هی، همون چیزی که ننت خوشش میاد و بعدش میاد دیگه. این فیلم هم تماشا کن، وسط خوبه. اگه زنده بودی الان ستایی داشتیم بی درد سر زندگی کردیم. خدا رحمتت کنه بابا جون. فلج تیم، فلج تیم، در به در تیم، عقب عقب مونت، عقب عقب مونده تیم، ریز 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 تیم، ریز خرتیم. چروک چروک بودیم اتون کردی. اند مرام. خیلی از واسه تو چکرم ولی نه نکردم، خواستم خوشحالت کنم. به هیچ وقت چیزی نمیدم که در قبارش چیزی دریافت نکنم، همیشه حقمو میگیرم. اگه فکر کردی حاضر بشم چروک تیم عشقت میکشه، او چروک تیم عشقت میکشه اتومون کن. خیلی نکردم، خیلی چکریم، کوچیکیم. علتشو بهت میگم، برای اینکه من تنها مرد بیشتر از 16 سال و کمتر از 60 سالم که میتونم زندگی رو برات شیرین کنم. خب خوشحال باش، چون جنگ به زودی تموم میشه. خدا نگهدار اسکارلت. دربده میکشید، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد و دینه اون مست صورت را آبا قایم میشدن. چی شد؟ بالاخره مهراب عشق تو رو اند کرد. گروپار اگه مردی خودت آفتابی کن. برای همین اومدم ازت تقاضای ازدواج کنم. تو همون زنی هستی که من میخوام عزیزم. ای بابا دم شما گرم، حالا راجبش فکر میکنی؟ فردا در موردش فکر میکنم، فردا در موردش فکر میکنم. دوران گذشته و دوستی نزدیکی که با هم داریم. فرمون که میگفتن این بود. گفتم دوستتون دارم. به نظر من شما زیباترین و مهربانترین دختر دنیا هستید.
من عاشقتم. حالا آدم شما گرم، ما بعدا راجعش فکر میکنیم. نه خوب سریع به من بگو. من این نامه رو هزارها مرتبه خوندم. من همیشه کیفمو تو جیب راست کتم میذاشتم و اون روز اونو با نامه تو جیب چپم گذاشتم. اینجا درست نزدیک قلبم. من مطمئنم رادا که مرگ از دیدن نامه تو ترسید و فرار کرد. رادا نتونست آنت بیاری، حتی موقعی که یاد مرگ من افتاد ناراحت شد. اوز کریم خودمونو به شما میسپاری. دم شما گرم دیگه. من اینو مطمئنم که نامه تو نذاش مرگ به من نزدیک بشه. سوندر، این فقط نامه رادانا بود که اون روز تو رو نجات داد. دعای اون تو رو نجات داد. دعا و نیایش محبت اون درست مثل یه سد مکتوب بین تو و من حائل شد. باش گریه میکنی؟ ولی حالا که دیگه نباید گریه کنی. من در مقابل تو بایستادم زنده و سالم. ببینی که من دوباره برگشتم. راضی نه 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 گریه نکن. تو رو خدا گریه نکن. گریه نکن راضی. اکه هی سلام سوسی جون، درد و بلات بخوره تو سرم، قربونت برم جیگرم، صبح بخیر هانی. آه بت اودو، این بو منو میبره به چین، چین و ماچین. آگهی کارتونو دیدم. بگو جون سوسن. نیست عاشق آرشیاریم. مرگ سوسن. مرگ جون، اومدیم در رکابتون بشیم. ایوا شاگردیتونو بکنیم. خب چرا ولکامینگ نمی کنی تو عزیز دل؟ بیا بایزه به چه صورتیه پشم سیکلمه بنا دیگه. سابلیک آقا گودرز سالار، چاکریم، مخلصیم، نکریم، صفات و مرامت و خاک زیر پاتیم، کوچیکتیم، به موت قسم، به سیبیلتون قسم، خیلی با مرامین، اصلا قسم به اون دیزی روز اول. کدوم دیزی روز اول؟ همون دیزی که روز اول قراره درست کنیم بخوریم. حکه چی؟ مگه شما آگهی نداده بودین که یه نفر رو میخواییم تو رکابتون وایسه چاکر بشه؟ این چه تو دستت؟ این زغال قلیونه. لیمویه. لیمو اون چیه تو دسته؟ این تخمه آفتاب گردونه. تو آب لیمو تفته شدم. آب لیمو. وای خدا بابا، ایور با مرا خوش اومدی. من تاله دختر خانمی مثل تو ندیده بودم. همش تقصیر آقامه. چرا؟ آقام از زنهای ظریف و لطیف هم خیلی بدش میاد. والا آخه چرا؟ تازه آقام دست بزنم داره. دست بزن؟ بله، میخوای نشونت بدم؟ ای وای، مگه تو رو تالا کتکم زده؟ واه، کتک چیه؟ چند دفعه که خواب بودم بالشو گذاشته رو صورتم، خواسته شب منو تو خواب خفه کنه بکشه. آخه چرا؟ عادتشه. عادتشه؟
یعنی تو همسایگی ما یه قاتل بلفطره هست. خب زنگ بزنیم به پلیس. تازه یه عادت زشت دیگه هم داره. دیگه چی؟ عاشق فوتباله. نه از اون بر همیشه ولو میشه پای فوتبال. تخمه میکنه توف میکنه. تخمه میکنه توف میکنه. دستش تا اینجا میکنه تو دماغش. در میاره کش میاد. هم داره تا اینجا. بعد میماله به این ور اون ور. میماله میماله. مای گاد. البته سوسی جون من دیگه نمیخواستم بیشتر از این شما رو ناراحت کنم، اما یه موضوعی هست که باید بهتون بگم. دیگه چی شده؟ شما یه آدم الکلی و معتاد چه توقعی دارید؟ معتاد الکلی؟ بودو زغاله بزن رو گاز. رو گاز که خب گاز کثیف میشه با مرام. بیخیل بابا. چی چی چی؟ آی با مرام. بیخیل یعنی بیخیال. مام ایزن با مرام. چرا واسطی بر رو بر منو نگاه میکنی؟ دمون زغاله بزن دیگه. چشم. راستی دیزی هم بذارم با مرام. ایوه دیزی هم بذار تنگش. چشم با مرام. آقا میگه که اصلا زن رو باید زد. آخه چرا؟ باید داغش کرد. چرا؟ باقاشو خواه کف گیر. آخه واسه چی؟ خب برای اینکه میخواست از همون اعتراف بگیره دیگه. اعتراف چی؟ برای اینکه ما رفتیم مدرک فوق تخصصی آرشگریمونو گرفتیم. مای گاد مدرک فوق تخصصی هانی جون. بالاخره نگفتی از کدوم آموزشگاه مدرکتو گرفتی؟ من فرقی هم میکنه. آره دیگه من همه استاداشونو میشناسم. خانم جمون نمیشناسم. بله از چین اومده بود درس آرشگری ارزون یاد میداد، اینی که ما یاد گرفتیم. ایوا گوگوری، پس تو درس تو پیش آرایشگر چینی یاد گرفتی؟ پس گاد تو رو واسه من از آسمون فرستاده. چرا اینقدر به من دل زفه دادی؟ نورا جون تازه جدیدن آقا هم فیلش یاد هندوستون کرده، میخواد زن بگیره. من میگم بدبخت اون زنی که میخواد زن آقای ما بشه. واقعا؟ واقعا؟ هانی؟ وای دیدی چی شد؟ من مشتری وقتی داشتم، از بس که تو دل منو پرپر کردی و ریش کردی اصلا یادم رفت. ببین این کسی که میاد یه پدیکور داره، یه مانیکور داره، یه دونم ماسک خرچنگ. قربونت برم خودت راش بنداز، من جون ندارم. چی چی کور؟ بال چی شد؟ به موی سیبیلتون با مرام داره حاضر میشه. دست درد نکنه. ایوان چاقش کن. چاقتر از این زغال نداریم، همین رو فقط. من میگم چاقش کن، نفس ندارم. آه معذرت میخوام. بله گلیونو بکش. چشم ببخشید بکشم سمت شما. بده به من. پک بزن. پک ده پک بزن دیگه. از همون روز اول که دیدمت شستم خبردار شد که تو بچه سوسول به درد لاجرز دیوارم نمیخوری. تو که قرصه چاک کردن یه قلیون رو نداری، چطوری میخوای بری چک ما رو نقد کنی؟ آخه همش تقصیر ننمه. ننم؟
ننه واسه چی؟ برای اینکه همش دنبال لاغر کردن و دماغ عمل کردن و ساکشن ماکشن این چیزاست. ولی به چشم خواهری همچی لاغرم هم نیست. اصلا چاق کردن قلیون چه ربطی به چاقی ننت داره؟ ربطشو بخوام بگم به اندازه فیلم سنگام خیلی طولانی و گریه داره. سنگامه؟ بگو بلال میشنفی؟ دائم بیرون خریده، همش دنبال قلوفرشه، به خونش نمیرسه، به بچهش نمیرسه، همه جا رو آشغال برداشته، غذا پختن بلد نیست، علل خصوص قرمه سبزی. کی؟ ننم شوکت دیگه. مگه اسم ننت سوسن خانم نیست؟ ده مصیبت همینجاست که اسمش عوض کرده. لوتی میدونی چیه؟ راستشو بخوای آقام شوفر بود، واسه همین رفت زیر کامیون. ما هم تو بچگی تو سری خور کس و ناکس شدیم. رانندهی که با ما زیر کرد مرد بود، واسه همین ننمون از هرچی مرد متنفر شد. واسه همین ننم میخواد از مردا انتقام بگیره. واسه همین ننم تو زندگی نذاش من مرد بار بیام. واقعا؟ واقعا آقای با من درو گفت. من ازت یه مرد میسازم، عین کوه پشتم. چه نامردی؟ چی کارش کنم؟ نقدش کن. چشم. کدوم بانک؟ کار سختیه ولی از مردی مثل تو برم دب باقی داشتم. وقتی ورشکسته شدم کلی پوست گاو دستش داشتم. آمار رسید پوستا رو خورده، یه دقابم بود. یه چک رو میبرید در خونش، یا با پول برمیگرد یا با قبلا تو دباقی من کار میکنم. میگن حالا قصدار اسمش پیروزه، تو محلشو مرتبه. اینم خونه فیروز و کافار در این کوچه هست. نه سوسی جون، مطمئن این دختر کار بلده؟ ایوا، این حرفا چیه میزنی بیرون؟ آخه پوست صورت همو که میدونی خیلی حساسه. ایوا، تو فکر میکنی مثلا سوسن بلا میشه بیرون مثلا شاگرش از تو کوچه خیابون برداره بیاره؟ بابا دختر چین درس این کارو خونده، از این چین یاد گرفته. ایوا، آخه الو، شما دختر مشغول چی؟ چطوری تو؟ عزیزم چی صدات کنم؟ هرچی عشقت کشید. یانگوم خوبه؟ خیلی بهت میاد جونی. حیوان حیوان وای خدا، اگه دوستان بدونن یه آرشگر چینی اینجا کار میکنه پاشنه یه در از جا میکنه. هانی جون، ماسک خرچنگ تو یخچال قربونت برم، هرچی صلاح میدونی قاطیش کن. خب خب حالا تو بگو شورا. برو بیا برام چینی حرف بزن. عاشق این سریالای فارسی بانم، مخصوصا دوبلشون. دوست دارم به چینی چی میشه هانی؟ برای من فعال میگیری همینجور خوب در میاد. پس گفتی که یه اسب اومده بود ها؟ اسب سمبول منه. یه فیلم افتاده بود ها؟ فیلم سمبول مرده. آه خورتومش. بعد گفتی که اسبه و فیل از دو سر یه روز آب میخورن؟ میگم سوسی جون، یعنی که اسبه و فیله یا
دار مبارک، خدا میشنه مبارک. اومدی یانگام جون؟ حاضری؟ اینو داشته باش بی زحمت. آبجی جینوس آماده ای دیگه نه؟ فرمایش. سلام، ببخشید من اومدم که اگه شما سلام میدونید این چک ها ازتون بسلفم. برو بگی. چرا همچین کردی مردی که طالبی؟ عوضی این چه کاری بود کردی؟ که بلد نیستم. تاله هیچ آرشگر اینجوری ماست روی صورتم نزده بود. خیلی خنک شدم. خیلی عالی بود. پرفکت. قربونت برم یانگام جون. قابل شما رو نداره. بی زحمت برو سراغ مانیکور پدیکور. مربعی نگیندار لطفا. اینایی که میگی تو چینی یه چیز دیگه است. میشه کامل توضیح بدی؟ عزیزم آرش ناخون منظورم بود. ناخونامو مربعی کوتاه کن. میخوام تو مهمونی امشب بزنم بیرون. خب اگه میخوای بزنی میرو واسه چی میری تو؟ وای شما چینی ها چقدر بامزه این. هیچی نمیفهمید. منظورم از بزنم بیرون اینه که به چشم بیام. 70 تا دختری میخوام کاملا دیده بشم. میگم یانگام جون این ماسکه یکم صورت همون میسوزونه. طبیعیه؟ آره ایزم طبیعیه. وتم نخوردی که چی شده؟ با سوسی جونت قهر کردی؟ ولی این صورت خوشگلت که زخم زیلی هم نشده که. صورتم چیزی نشده ولی تمام تنم درد میکنه. معلوم نیست چی شد؟ معلوم نیست کجام شکست. هنوز گرمم، حالیم نیست. یخو بذار رو سرت یخ کنی حالی چی؟
اگه میمردم چی؟ سبوتو در اون سبوتو در گاز بگیر گاز بگیر دیگه از این حرفا نزنی یا خب؟ میگی کار مردونه کار مردونه همش وحشی بازیه. عوضش پسرم داره مرد میشه. اگه مرد شدن قربونت برم به وحشی بازیه خب میذاشتی من تو باغ وحش بزرگ میشدم. مای گاد بابای خدا بیامرزت زود ما رو تنها گذاشت. اگه زنده بود چقدر دلش میخواست که تو رو ببینه که بزرگ شدی رشد کردی مسئولیت یه خانواده رو به عهده گرفتی و من بهت افتخار میکنم. خب آخرش که چی؟ دیگه یقین دارم این خونه زن میخواد. واسه چی؟ واسه چی؟ واسه ای یه لقمه از آب گوش بخور تا بفهمی من چی دارم. با اینکه مادرش دخترونو بزرگش کرده ولی داره یواشکی واسه خودش مرد میشه. کی گفته که اون مرد شده؟ کسی که بره در خونه فیروز مکافات یعنی جنم داره خانم جنم. اونم که کتک خورد. مرد بودن به کتک خوردن کتک زدن نیست. باید مرد مرام داشته باشه، جنم داشته باشه، صفت داشته باشه که پسر صفتشو داره. فقط باید یکم رو خلق و خوش کار کنم. همین مثلا همین دختره که الان با من کار میکنه. خب اونم سختی میکشه، زحمت میکشه، اومده داره کار میکنه، داره به خودش سختی میده. من خیلی ازش راضیم، استعدادم داره، تازه خوشم میاد ازش. کدوم دختره؟ همین گردان فرید جون. جون؟ آره دیگه نصیحت فایده نداره، تو اینقدر بزرگ شدی که دیگه عقلت به زندگیت میرسه، خودت میدونی باید چه کار کنی. فقط اینو از سوسی جونت بشنو که وقت طلاست و به سرعت برق و باد هدر میشه. دم شما گرم گودرز خان. یعنی راست راستکی شما این پسر راضی هستی؟ مایش رو داره به سوسن خانم رفتم. کدوم سوسن؟ برات خرچنگ افتاده میبینی؟ خرچنگ؟ اینا دستای انبوریشه. یعنی خوشبخت میشی ولی یه جایی هم سختی داره. انبور یعنی سختی. این که خرچنگ نیست، میگوه. خب آخه میدونی چی، از دید ما میگو به نظر میاد ولی خب از دید اون خرچنگ دیگه. یک فالی میگیره ففر جون به جون تو، حالا خبر نداری. و اگه برات فیل افتاده بود و فورا به طرفت العینی خوشبخت میشدی. نه اینکه فیل خوردون داره خیلی زود خوشبخت میکنه آدمو. مگه نشورنگیز جون؟ آره سوسن جون، تازگه کسی تو فامیل ازتون مرده؟ نه منظورم 8 وعده است، 8 روز، 8 هفته، 8 ماه، 8 سال پیش. خب آره همون. پس درست گفتم بهش خیلی خوبی کرده بودی. نه نه چطور؟ ببین اینجا یه آدمه که دراز کشیده داره بهت لبخند میزنه، ازت راضیه. واقعا ازم راضیه؟ اینا دیگه خودت ببین. آخیش خیالم راحت شد، پس حلالم کرده. کی؟ مادر شوهرم. آخه دم مرگشم گفت حلالت نمی کنم، بچه‌م رو ازم گرفتی. ببخشید. خب شورنگ جون دیگه چی؟ هانی جون، سوسن خانوم به موت قسم بابت دیروز شرمنده. بیخیخی بابا. ایوه اگه تو بشنوی که اولین روز کاری سوسن جونت چی بوده ها، از خنده قش میکنی. اون وقته که دیگه یه ریز میگه سوسن جون سوسن جون سوسن جون سوسن جون. ایول یعنی هیچی نگفت؟ هیچی هیچی که نه، ولی خب من راست و ریزش کردم. یه خورده ماست و آب خنک قاطی کردم، مالیدم به صورتش، بهش گفتم این افتر ماسکه. بعدم بهش گفتم اگه تو دلت ماسک چینی میخواد و دلت میخواد که آخری مود روز باشی، باید طاقت درد چینی هم داشته باشی. حالا به موقع اومدی، بودو بیا تو، بودو بیا، بیا عزیز دلم، بیا هایی جون، بیا خجالت نکش. دوستام دخترا، این همون گردآفریده که براتون گفتم. قربون شما، دم شما گرم. کامی پاشو چقدر میخوابی؟ کامی جون، ایوا
سابقه نداشتیم بچه بدون خوردن قرص تقویتیش از خونه بره بیرون. ندارم هراسی زنی روی ماشت، مرا نوجوان مردی خلق کش. دعوا که ترس نداره، مرد دعوا نکنه زن ازش حرف شنوی نداره. پس یعنی همیشه باید با زن دعوا کرد؟ البته که نه، همچی چیزی هم نیست. باید با مهر و محبت با زن حرف زد، دل داد، قلبه گرفت. البته با نامرد جماعت باز زد و خورد کرد. برای که حساب کار دست زنت بیاد، یه چند باری جلوش دعوا بکنی بد نیست، که بدون وقتی که مردش قاطی کرد و تناب پاره کرد، دیگه نمیشه جلوشو گرفت. اصلا میدونی چی شد که سوسن خانم شیفته ما شد؟ کدوم سوسن؟ زنمو میگم، خدا بیامرز، به خاطر چاقو خوردم. چاقو؟ لاتولوتای محلشون بهش چپ چپ نگاه میکردن، یه کله رفتن تو شکم سی تا کله. سی تا؟ به خاطرش دو ما افتادم مریض خونه. همین شد که سوسن خانم عاشقم شد. ببخشید، منظورتون از سوسن زنتونه دیگه؟ کوری؟ من نمیدونم آسمون رو نگاه میکنم. بله بله. همش این نیست، لب بکلوم، مرد جماعت اینه که همه بتونن بهش تکیه کنن، دوست و آشنا و فامیل و زن و بچه آدم. به قول خدا بیامرز پدر سوسن، مرد اونه که نامردم بتون روش حساب باز کنه. نامردم روش حساب باز؟ بله دیگه. ببخشید، بعد گفتید پدر خدا بیامرز کدوم سوسن؟ اگه که یه کف گرگی اومد تو صورتت، میدونی کدوم سوسن میگم؟ نه نه نه، فهمیدم کدوم سوسن. آخه نکه به آسمون نگاه نکردین، من یه لحظه گفتم شاید سوسن دیگه. آخه گودرز، من میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. خب بگو. ببین، اونایی که بهتون گفتم یه خوردش دروغ بود. من و مامانم چون خیلی دوستم داشت، پس که یه وقت اتفاقی برام نیفته، از بچگی تو پر قو بزرگ کرد. تو خونم به جز مامانم و دوستاش با هیچ کس رفت آمد نداشتیم. نمیخوام دیگه به هم بگم بچه سوسول، میخوام شما کمکم کنید. من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ میخوام مثل شما مرد بشم. ایوان زنگو بزن. وای گاد، چقدر قشنگ شدی تو. حالا دیدی اینجوریه که صورت رو خط چشم براش میکشیم، ولی هر صورتی رو به سه دسته تقسیم میکنن. کلاتو بر میداری، تو چشاش نگاه میکنی، دوتا یقش رو میگیری، یک کله میاد تو صورتش، یک افگردی کف پیشونیش، یه مش میزنی که چهار دنیا رو خودش بچرخه. باز که این طرف ها پیدا شده نالوتی. چی گفتی؟ دیده جدیده میدونی؟ بایش این دو شکلی الان بیمیم اولی رو نبفهم نه؟ بگی رو بردارم اینطوری بردارم توی این پشتاب پشتاب دستمال تو گردن، دستمال تو گردن، دستمال از پاش بنداز تو گردنه. آها، کت رو شونه صاف باش، صاف کت رو شونه صاف صاف. یه کار خیلی جانبه میکنی از کیو؟ دستتو منداز را برو صاف، دشمشتی سینه سپر را برو. آها، صاف را برو. ایوه
حالا شدی آقا کابریت. حالا شدی خانم گرد آفرید خانم. ایوان دست شما درد نکنه سوسن جون. نباشی مامان جون. مای گاد سلام. خسته نباشی. ایوا مگه چند تا هما داریم؟ همای خودمون دیگه، دختر داییت دیگه. ای والا ننه، اون که بچه هست. کجاش بچه هست؟ والا اون ای وای چه معنی میده یه زن جوان تنها این وقت شب بردم در آشغال بذاره؟ مگه من مردم خودم میبرم؟ راست میگی؟ مگه نمیبینی؟ نه این که گفته زن جوون. سلام. بدین آشغال من میبرم. سلام. اینجا که بابام نیست تریپ مردونه ورداشتی. یعنی میدونین منظورم این بود که خوب نیست دختر جوونی مثل شما این وقت شب تنهایی بره تو کوچه آشغال بذاره. خونه نباشم بهتره. چرا؟ اومدن خواستگاری. خواستگار؟ چیه؟ نمیشه واسه تو خواستگار بیا؟ نه آخه یهو گفتین من جا خوردم. خودم هم یهو فهمیدم. سرشبی فرمون زنگ زد گفت شب با ننم میام خونتون. فرمون؟ پسر رفیق قدیمی بابام، همون که داشت خفت میکرد. اون اومده خواستگاریت؟ من چشه؟ هیچی. ببخشید من. مبارک باشه. مبارکه. چی مبارکه؟ نه به داره نه به باره. 100% خوشبختت میکنه. کی گفته؟ مگه شما از آدمای خشن خوشت نمیومد؟ اونم خشنه دیگه. نه خیر، دیگه از آدم خشن خوشم نمیاد. فکر میکنی خوشت نمیاد؟ شما دخترها عاشق اینین که شوهراتون واسه تون دعوا کنه. این آقا فرمونم که خوب واسه شما آدم میکشه. دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که این مردا نمیفهمن که زنا دوست ندارن شوهراشون را بیافتن برن این بر اون بر دعوا کتک کاری. پس چی دوست دارن؟ زنا دوست دارن شوهراشون آروم باشن، مهربون باشن. همینا که گفتم دیگه. واقعا؟ واقعا. دخترها تا وقتی که خواستگار ندارن که کلن اصلا زندگی شوخی شوخیه، اما وقتی که خواستگار دارن و این دخترها باید تصمیم بگیرن که به اون طرف جواب مثبت بدن و اون شوهرش بشه، اون موقع است که آدم میفهمه دیگه جدی جدی جدیه. الان این آقا فرمان برای شما شوخیه یا جدیه؟
نمیدونم بابا، خودم قاط زدم. چه خوب. این که من قاط زدم؟ نه این که انقدر اخلاقتون عوض شده. عروس خانم آلیک سنه با حالگه سالیک سنه گتری که پاری سنه راستش ننه بایی زده گو درس خان دیشب داشتیم با خودمون اختلاط میکردیم عجب حالی بود یه صفایی داشت صفایی درونی خاصی داشت جای شما خالی بعدش یه جورایی گفتیم اگه یه زمانی قسمت باشه و بالاخره ما یه جورایی برسیم به عشقمون گردآفرین خانوم چجوری بگم تو این دور زمونه عشق هم پای موازی رو به هم میرسونه اما ما توی خطی ما از هم موازیم غیر تو یه جورایی زندگی رو که تشکیل دادیم یه گروه شرخری رو میندازیم یه جورایی تو این گروه من و گردآفرین خانوم زندگیمون آغاز میکنیم چجوری بهتون بگم کجا دیدین که یه زن و شوهر با هم دیگه یه تیم شرخری را بندازن چه که مرده رو زنده میکنیم طلبا رو وصول میکنیم یه جورایی از بچه هم کمک میگیریم قراره چند تا از بچه های ممرم از زندان آزاد شن گفتیم اونا رو بیاریم سر کار خوبیت نداره کسی تحویلشون نمیگیره تو بازار ما بیاریمشون سر کار بیاریمشون تو این تیم و هر حال به اتفاق هم بتونیم چکای برگشتی رو چیکار کنیم ننه مامان گردآفرین خوشبختت میکنم ناراحت نباش عزیز دلم مادر تو بگو که گفتم خونه رو کجا میگیریم باور کنید یه خونه براش میگیرم بعد از یک سال با این همه کاری خونه براش میگیرم کجا جردن مادر جردن آره چند بار من بهت گفتم آره از جردنم بهتر قربون شما آقای گودرز خان بابه فرمان خدا بیامرز 40 سالگی مرد 40 تا چک برگشته مخواهیم تقدیم کنیم شیرباهاش دو دسته میذارم رو چشممون تقدیمش میکنیم دیگه چی مطلع هستیم بدیم ببرم دیگه بچم ناراحته دفعه پیشم خدمتون عرض کردم دختر من عاقل دختره هرچی نظر اون باشه نظر منم هست آقا شما باباش هستی هرچی خودش صلاح میدونه یعنی چی؟ خب شما هم بره راهنماییش کن اگه اجازه بفرمایید وایزه شما نره فرمون وایزه بزرگتر و اصل مطلب گردآفرین خانم ماه عسل میزنیم میریم ترکیه ماوی چشماوی رنگ چشمات آفتابی بردمت عاشق شد ببخشید من از پدر شما خیلی چیزا یاد گرفتم پدر شما نسبت به من خیلی حق داره به گردن من حق داره برای اینکه چیزایی به من یاد داده که من دچار یه سری تغییر و تحولات شدم در زندگی یعنی احساس میکنم که مرد بودن چقدر خوبه که آدم احساس کنه دوست داره یکی بهش تکیه کنه دوست داره کانون گرم خانواده داشته باشه دلش میخواد یکی به یه نفر بگه که با من ازدواج میکنی با من ازدواج میکنی زن من میشی خوب کرده زنه دستش رخ نکنه مخواست رضیت نکنه تا نداره
سعی من نباش. ماشالله پسرم، فرمان فرمان میگن اینی ها. ده گفتم نگران نباش. ای فای فرمون فرمون که میگفتی این باد مادر من چهار تا مشتلگت مورچه که دیگه یه همه دوا دکتر نمیخواد. مای گاد خوشت میاد سوسن خانم؟ دست پرورده خودمه، یه مرد تموم. اگه دنیای غم رو دوشش باشه آخ نمیگه. آخه ماشالله. بفرمی. ممنون. ایول داره انصافا حال میکنی سوسن خانم؟ حال میکنم. چی شد با مرام؟ این دفعه نگفتی کدوم سوسن خانم؟ والا راستیتش سوسن خانم شما رو که خدا رحمتش کنه، مادر منم خودش صلاح خودشو میدونه. من که موافقم، شما موافقین دیگه نه؟ بله من که از خدامه. برحال خیلی چیزا هست که من باید از شما یاد بگیرم سوسن جون. راجب چی دارین صحبت میکنین؟ منظورتون چیه؟ خب ما میدونیم که شما به هم علاقمندین. چی گفته منو این با هم علاقمند شدیم؟ ده بنام بابا، ما که میدیدیم شما با هم دیگه از خونه میریم بیرون تو خیابون میگین و میخندین. مای گاد تماسای ساعت ده شب هیچ هم همچین چیزی نیست. ما به خاطر اینکه شما دوتا هانیا امروز این چیزی که الان شدیم بشیم خیلی زحمت کشیدیم، پیش مشاور رفتیم. بعدن معلوم شد که هر دومون تصادفی پیش یه مشاور رفتیم. اون وقت تو عالم همسایگی شروع کردیم با هم درد و دل کردن. بعد مشاوره که فهمید به هر دوتا اون باید مشاوره های یکسان بده، خب ما رو با هم میپذیرفت. بعد ما باید با هم میرفتیم. اون وقت هر شب پس سر ساعت معینی بهش زنگ میزدیم که چک کنیم ببینیم اون چیزایی که داریم به شما میگیم درست هست یا نه. همین. در ضمن خنده اون روزمون هم به خاطر رفتار شب قبل شما بود. زابلوها عمرن من زن بگیر نیستم. منم همینطور.